چندین میلیون دلار میشه دیگه. فکر کنم با 1 میلیون دلار نمیدونم یه جزیره دوبر تو اقیانوس آرام تاکسی خور همچین چیزی بهمون میدن دیگه، نمیدن؟ خب این که مزاح بود، بیشتر میخواستم این هیجانه رو درتون ایجاد بکنم که وقتی رسید به 5.61 نقطه ای که من دستم باید رو ماشه باشه به قول بچه های بورس، آماده تخلیه باشم. یه موقع هستش که من انقدر آدم دلگنده ایم که میگم آقا بذار بقیهش بقیه بخورم، نوش جونش، این سفره برای همه است. این همون MBTI لعنتی که بهتون میگم که حتما حتما برید تستش رو بزنید. بیایم پایین دوباره برسیم اینجا. ببینید من این نمودار رو آوردم اینجا، نگاه کن، یه نقطه اینجا به پایین اومده، یه نقطه اینجا به پایین اومده و همونطور که میبینید اینجا هم هست. یه چیزی هستش که تو همه اینا تاچ شده برگشته، مخصوصا بین 2018 این ور صفحه و 2020 که نگاه کنید قشنگ اومده تاچ کرده برگشته. وقتی که روی یکی مثلا اینجا که وایسم 7.80 درست اینجا روی اینجا وایسم 6.78 نشون میده، 6.97، 7.14 یا اینجا 7.2 چی بخشی 0.7 رو داره به من نشون میده MVAB ریشیوش و این نشون میده که اگر رسید به این عددها من با دلا میتونم بخرم. برگردیم بالا، این بین سال 2018 تا 2020 پس تاریخ جدیده. بریم بالا ببینم اینجا چند بوده، 3690 و این دسامبر 2018 3695 تا 95 دلار رسیده به یه عدد بالای. اینجا چنده؟ به 2.6 و ریخته سال اول. موجه فرد تو که گفتی که 4 یا بین 4 تا 8 باید حواسم دستم رو ماشه باشه، این شکل شد 2.6. بازم تکرار کنیم، با یه ابزار بهش نگاه نمی کنیم. پس یه حالت استثنا اینجا پیدا کردیم، پس من یه ابزار داشتم گفتم احتمال داره بریزه، برعکسش هم هست. و بیایم اینجا رو نگاه کنیم، از 2.6 اگر میخواستیم بذاریم اینجا هم رفته بالا. میبینید اگر از اینجا در نظر بگیریم از قیمت ببخشید 2500 تا رسیده به 19000 تا، پس یه فاکتوره غیر از MVRV هم هست. این دیتا خب لایوش خیلی گرونه، مجانی به ما نمیدن، ولی روی این که داریم با هم نگاه میکنیم الان رو 2.77 ببخشید 2.88 و قیمت یه ذره نزول کرده، احتمالا به این میانگین 200 روزه، به متوسط میانگین 200 روزه باید نزدیک شه، یا مثلا یه مقدار قیمت شاید بتونه افت کنه. اما یه فاکتور دیگه این مهمی وجود داره به نام این که من در طی یعنی گزارش امروز داشتم نگاه میکردم، حجم فروشی که تا الان انجام شده توی بیت کوین بی سابقه بوده از سمت ماینرها و اتفاق جالبی که افتاده پول پشت داستان اومده و هر چی که عرضه شده بلعیده شده. پیپال نمونه اولش. مطمئن باشید همین الان ویزا کارت این پلتفرم رو آماده بکنه، همین الان این کار رو انجام بده، حجم قابل توجهی هم خرید میشه با ویزا کارت. و پس این 2.88 که اینجا دیدیم میتونه سیگنال خروجی نباشه، بلکه یک سیگنال نفس عمیق کشیدن، تکه دادن به پشتی و یه لیوان آب خوردنه تا اینکه رالی بعدی شروع شه. چند دقیقه مونده کلاس تموم شه، میخوام یه تنبؤ ایجاد کنم. پیش بینیتون فکر میکنید تا آخر سال چند رو بزنه؟ بیت میتونه چند رو بزنه؟ چند رو ببینه؟ حدس صد هزار تا، 50000 تا، 80000 تا،
70,000 تا. میتونه از کمر 50 رد شه، احتمالش هست. در نظر داشته باشیم یه اتفاق دیگه هم داره میفته، عید چینی هاست. حالا نمیدونم عید چینی ها باید همین روزا شروع شه دیگه، اگر اشتباه نکنم تو بهمن ماه 18 همه 20 همه تو این تایم هاست. عید چینی ها تأثیر داره، این همون بیهیویر فایننس است، این همون الگوهای تکرار شونده است. یه وبسایت دیگه ای داریم تریدینگ ویو، اینو خب ما قبلا دیدیم، بارها هم صحبت کردیم. اینو می نویسم 23 بهمن فکر می کنید، من دقیقش نمیدونم، فکر می همین یه هفته کمتر فرصت داریم. وبسایت تریدینگ ویو رو من خواهشم اینه که دوستان ببینن، خیلی هم راحت با نام کاربری جیمیلتون هم میتونید وارد شین، کلی امکانات داره. یه مرورش بکنید، من یه ویدیو هم در مورد این تو یوتیوب هم گذاشتم، اما با این ما کار داریم، این سری باید تخصصی بریم سراغش، بریم سراغ آدم به درد بخورا. پس تقاضا میکنم برای جلسه آینده که روز سه‌شنبه هست، حتما دوستان تریدینگ ویو رو ببینن، اون گروه رو تشکیل بدن، منو اضافه بکنن توی اون گروه، من یه سری ویدیو براتون میفرستم، یه سری هم مقاله و اینا میذارم که ببینید. تاثیر عید چینیا این تاثیر عید ایونیاس. آقا میریم عشق و حال، تعطیل همه چی، و به خاطر اینکه بریم تعطیلات دیگه، دیدین که ملت آخر سال میشه همه میدونن پولاشون رو نقد کنن، این عادته اون برا من نمیدونم این ساعتی که تعویض میشه چه تأثیری داره، به خاطر اینکه پولشون نمیخوان نقد کنن، سال مالیشون رو ببنده، عملا همه میخوان شب عید جیبشون پرپول باشه، میخوان یه برنامه تفریحی داشته باشن. اینم هم همینه، اینا هم شروع میکنن شناسایی سود کردن، یعنی احتمال اینکه یه عرضه خوبی بیاد تو بازار هست، شاید این کمک بکنه که تو اون تایم ویزاش این قابلیتش رو فعال بکنه، حجم قابل توجهی هم استقبال ازش بشه، هم حجم قابل توجه تو بازار جمع شه. آسترو سید 10 تا 10 می ماکسیمم پرایس، 15 می دراپ میکنه، دراپ داون میکنه. آسترو سید گفتم جالبه، تا 15% میاد پایین. شماره سرگروه، خب این شماره ها رو بذارید بی زحمت که بتونن دوستان استفاده کنن ازش. این آی عقیقی لطفا بندرم با اون مثلا 37 تون گروه اضافه کنید که ادامه مسیر رو بریم. تایم کلاسمون تموم شد ولی خیلی مطلب داریم این دوره. اگر من احساس بکنم که جلسه کم بیاریم، حتما یک جلسه اضافه خواهم کرد، قطعا برای شما هیچ شارژ اضافه ای رو نخواهد داشت، ولی هدف من اینه که هر آن چیزی که به دردمون میخوره و مهمه رو به شما منتقل کنم. و خب اگر این دارم از الان میگم که در نظر داشته باشیم اگر زمان کم آوردیم، من یک جلسه بدون اینکه شما بخواید شارژ اضافه ای پرداخت کنید اضافه میکنم، چون میخوام همه مطالب گفته بشود. خب ببخشید من این گزارش رو هم باز کنم، همیشه میشه 9 و یه دقیقه باز ما یه چیزایی دارمون نمیاد نگیم بریم دیگه. این گزارش crypto.com research yearly review رو من تقاضا میکنم که دوستان حتما از توی این قسمت فایل دانلود کنم، من زدم باز شه، منتظرم که باز شه، بهتون نشون بدم که اینی که من دارم میگم تکنیکال شرط لازم هست اما کافی نیست، حرفی نیست که من از خودم در آورده باشم یا مدلی از خودم استخراج کرده باشم، میخوام یک وبسایت بسیار معتبر تحلیلی رو بهتون نشون بدم که اومده بحث اینو پیش کشیده که سال 2021 رو ببینیم و پیش بینی سال 2020 رو ببینیم و پیش بینی 2021 رو بکنیم. من منتظرم این صفحه باز شه. این گزارش رو من برای شما توی قسمت فایل گذاشتم، حتما دانلود کنید. جلسه بعد میخوایم به این جدی بپردازیم که این دوست این کارشناس تحلیلگری که توی این crypto.com وجود داره قرار فعال هستن، میگه looking back on 2020 and 2021 prediction، 2021 هم ژانویه تهیه شده، ایشون هستن. من گزارش رو اسکرول کنم بیام پایین دیگه از ایناش بگذاریم. ببینید اومده یه سری گفته looking back
یه نگاه به عقب در خصوص یه مثلا اورالی چکی بکنیم 2020 چه اتفاقی افتاده. برای بیت کوین یه سال بزرگ بوده، داره ورودی خروجی رو میگه، این که خیلی چیز عجیبی نیست. توی تیکه دوم میاد در مورد دیفای میگه. یادتون هست دیفای چیه؟ دیسنترالایز فایننس، تأمین منابع مالی بر بستر بلاکچین، آن چیزی که امروز شما اگر بخواید میلیون ها دلار وام بگیرید، نمیدونم امکان پذیر هست یا نه، فرض بزنیم میشود، اما خاطرم هست که یکی از دوستان میگفت مثلا من کمتر از یک ماه نتونستم وام بگیرم از بانک، بعضیا 3 ماه 4 ماه داشتن میگفتن، این زیر یه ساعت انجام میشه. پس این هوای سیستم تأمین مالی در بانک. سازمان هایی که دارن خودشون رو هماهنگ میکنن با بیت کوین، ببین اینا شاخص هایی که هیچ کدوم تحلیل تکنیکال نیست. پیپال بزرگترین اداپشن رو انجام داد و بحث تأثیری که روی بازار گذاشت. اتریوم 2 بهبود شبکه بود. اکسپلوشن این استیبل کوین ساپلای هایی بود که اومدن پشت این کوین ها و رشد دادن اینها رو. بحث چین بود که اومد بحث CBDC رو راه انداخت، سنترال بانک دیجیتال کارنسی به نام یوان، و خریدهایی که به صورت اعتباری در رشد بیت کوین تاثیر داشتن، رگولاتوری که روی اکسچنج ها وجود داشت، و حالا اومده به 2021 داره نگاه میکنه. یک نمودار تحلیل تکنیکال در این گزارش نیست بگه ساپورتش اینه، رزیستنتش اینه، یه گزارش ساده ای که به صورت رایگان، البته این گزارش رو فکر کنم باید فیلتر شکن داشته باشیم بتونید ازش استفاده کنید، بگذاریم از این داستان، اما به رایگان گذاشته برای من و شما. پس بدون چه حجم دیتای پولی اون پشت هست که بابتش داره پول میگیره، این سرویس رو میده. من بر اساس همین گزارش های رایگان دارم میگم من ترجیح میدم برای یک بازه یک ساله حداقل یک سرمایه گذاری خوبی رو این حوزه بکنم. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. من این سفر رو بازش بکنم. مثل که دوستان سوالی دارن، اگر سوالی هست به خاطر اینکه من بیشتر از تایم کلاس رو میخوام به این بگذرونم که در مورد مباحث صحبت بکنم، اجازه بدین توی گروه تلگرامی که راه اندازی میشه اونجا با هم صحبت بکنیم. گروهمون هم گروه تعدادش خوبه، 11 12 نفریم و میتونیم جمع جورش بکنیم، خیلی کار سختی نیست. من هم یه سری محتوا براتون اونجا میفرستم خدمتتون، ملاحظه بفرمایید، و اگر هم شما چیزی به نظرتون مناسبی بود حتما برای من ارسال